اگر خاندان سلطنتی بحرین فکر می‌کنند که حضور هزاران سرباز سعودی در کشور بسیار کوچکشان به اعتراضات سیاسی خاتمه خواهد داد، مسلماً اشتباه کردند. برعکس، درگیری بین خاندان خلیفه حاکم و مردمی که خواهان اصلاحات در بحرین هستند شدت گرفته. امروز دو مهمان همراه من هستند. از بحرین جمال فخرو قائم مقام مجلس شورای بحرین و اینجا در استودیو سعید شهابی رهبر گروه مخالفان بحرین در لندن. ایالات متحده آمریکا از حکومت بحرین خواسته که خیشتنداری کند و با مخالفان گفتگو کند. آیا برای این کار خیلی دیر نشده؟ جمال فخرو in Bahrain and Said Shahabi here in London. Welcome both of you. جمال فخرو در بحرین و سعید شهابی اینجا در لندن، هر دو به برنامه هارد تاک خوش آمدید. سوالم رو با شما آقای فخرو در بحرین شروع می‌کنم. فکر می‌کنید حکومت شما کار قابل قبولی کرده که نظامیان مسلح و خودروهای زرهی رو برای مقابله با تظاهرات سیاسی و مسالمت آمیز مردم اعزام کرده؟ Well, thanks a lot. I don't think that these protesters خیلی ممنون. من فکر نمی کنم در 3-4 روز اخیر تظاهرات در نهایت مسالمت آمیز بوده. متاسفانه ما در بحرین مجبور شدیم که این راه رو انتخاب کنیم. ما ظرف 3 هفته گذشته دعوت به گفتگو کردیم. مخصوصا بیانیه بسیار خوبی که اعلی حضرت ولیعهد 3 روز پیش صادر کرد. An excellent statement by His Royal Highness the Crown Prince 3 days ago. او گفت هیچ حد و حصری برای گفتگو و برای موضوع مورد بحث قائل نیست. او از تمام بازیگران و سیاستمداران در بحرین دعوت کرد که در این گفتگو شرکت کنند. ولی متاسفانه مخالفان چند تا از مجامع قانونی و غیر قانونی در بحرین تصمیم گرفتند که وارد مذاکره نشوند. حالا مسئله بود یا نبود گفتگو نیست. من از شما پرسیدم که آیا این درسته که نیروهای امنیتی به تظاهر کننده ها هجوم بیارن و به روی آنها اسلحه بکشن و تعداد زیادی بیمارستان رو محاصره کنن، اونطوری که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم، تا حکومت نظامی برقرار کنید؟ آیا تمام این اقدامات از نظر شما قابل دفاعه؟ Well, we have to bring stability and safety to the country and to the people living on this country. ما باید ثبات و امنیت رو به کشور و برای مردمی که در این کشور زندگی می‌کنند برگردونیم. متأسفانه شما در بحرین زندگی نمی‌کنید و در بحرین نبودید. ما ظرف این مدت نتونستیم به سر کار خود بریم و در کشور این طرف و آن طرف مسافرت کنیم، صرفاً به خاطر حصارهایی که تظاهرکننده ها ساختن. و همونطور که گفتم، متاسفانه شاه باید از قدرت خودش استفاده کنه تا قانون اساسی بحرین رو به اجرا در بیاره و دستور امنیت ملی رو صادر کنه. هیچ کس نمیخواد از سلاح علیه تظاهرات صلح‌آمیز استفاده کنه. تظاهرات از 14 فوریه شروع شد و تا 3 روز پیش همه اونها صلح‌آمیز بودند. معترضان در خیابان‌ها تجمع می‌کردند و پلیس علیه اونها اقدامی نمی‌کرد. تا اینکه وضعیت واقعاً به نقطه‌ای رسید که مردم از اینکه در بحرین بمونن به ترس افتادند. و ما متاسفانه شاهد بودیم که عده‌ای از مهاجرانی که بریتانیایی یا آمریکایی بودند به همین دلیل کشور را ترک کردند. من فکر می‌کنم که حکومت باید امنیت رو به این جزیره و به این کشور برگردونه. من فکر می‌کنم به همین دلیل اعلی حضرت پادشاه این دستور رو صادر کرد. بسیار خوب. سعید شهابی، آنطور که آقای فخرو میگن، نکته اینجاست که در چند روز گذشته ماهیت تظاهرات تغییر کرده. تظاهر کنندگان حالا به خیابون‌ها میان تا زندگی در بحرین رو غیر ممکن کنن و هیچ حکومت این رو تحمل نمی‌کنه. Thank you very much. First of all, we should remember خیلی ممنون. قبل از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که انقلاب در 14 فوریه شروع شد و در 14 فوریه هیچ مشکلی وجود نداشت، ولی اونا تیراندازی کردن و یه نفر رو کشتن. در 15 فوریه هم در مراسم خاکسپاری مشکلی نبود، اونا بازم تیراندازی کردن و یه نفر دیگر رو کشتن. 2 روز بعد مردم در میدان لولو در چادرهاشون بودن و خوابیده بودن، مشکلی نبود، ولی اونا در دل شب به مردم حمله کردن و تیراندازی کردن.
حالا در چند روز گذشته از هیچ کس از هیچ ملیتی از نیروهای امنیتی نشنیدم که تظاهر کنندگان به اونها صدمه ای زده باشن. این حملات تحریک نشده و غیر ضروری بودن، فقط باعث مصیبت و کشتار شهروندان ما شد. ولی شما نباید غافلگیر شده باشید. شما شخصا و رهبریت مخالفان هم به طور کلی از یک زبان ضد حکومتی استفاده کردید. وقتی هزاران سرباز سعودی وارد بحرین شدند، شما از یک اعلان جنگ صریح صحبت کردید. یکی دیگر از چهره‌های مخالفان، عبدالجلیل خلیل، گفت اکنون این یک جنگ حذف است. وقتی زبان و ادبیاتی که شما به کار میبرید زبان و ادبیات جنگه، غیر ممکنه که از بروز خشونت غافلگیر شده باشید. الان دیگه جنگ شروع شده، علیه ما اعلان جنگ شده. ما علیه کسی اعلان جنگ نکردیم، ما فقط به طور مسالمت‌آمیز تظاهرات کردیم، هزاران هزار نفر. من فکر نمی‌کنم شما در هیچ جای دنیا چنان تظاهرات مسالمت‌آمیز و منظمی دیده باشید، چه در منامع و چه در نزدیکی کاخ شام. ما اعلان جنگ نکردیم، علیه ما اعلان جنگ شده. نیروهای نظامی اومدند و به کشور ما تجاوز کردند و ما هیچ جایی نرفتیم که درخواست جنگ کنیم. آقای فخرو، به نظر میرسه که ورود سربازهای سعودی یک هشدار صریحه که شاه شما از دست تظاهر کنندگان صبرش لبریز شده و تا نشان دهد که در نهایت آماده است که دست به هر اقدام نظامی لازم بزند تا تظاهر کنندگان را از صحنه خیابان ها بیرون کند. See if there is anybody who could lose time or who to be lose patient would not be His Majesty the King. ببینید، اعلی حضرت تنها کسیه که صبرش لبریز نمیشه. اعلی حضرت و رهبری بحرین ظرف تمام هفته‌های گذشته بسیار صبور بودند. درخواست برای ورود سربازان سعودی بخشی از قرارداد امنیتی شورای همکاری خلیج GCCه. فکر می‌کنم که سعید و مخالفان می‌دونن که از این نیروها علیه شهروندان در بحرین استفاده نشده و استفاده نخواهد شد. از اونها فقط برای حفاظت از بعضی از اماکن حکومتی و غیر حکومتی استفاده خواهد شد. Until today, everybody knows that the Saudi troops. آقای فخر، آیا آوردن این سربازان سعودی و حدود 500 نیروی پلیس از امارات متحده عربی هشدار صریحیه که نشون میده شما آماده هستید که دست به هر اقدام نظامی بزنید تا به اعتراضها خاتمه بدید؟ شما لازم نیست از اونها استفاده کنید، کافیه اونها رو در مواضع کلیدی مستقر کنید و نشون بدید که کنترل اوضاع رو در دست دارید و اون وقت دست نیروهای امنیت خودتون رو باز بذارید تا هر آنچه را که در چند ساعت گذشته شاهد بودیم انجام بدن، از جمله کشتار شهروندان. اجازه بدید یک چیز رو به شما بگم. فکر نمی کنم اضافه بر نیروهای امنیتی که در بحرین داریم نیازی به این 1500 سرباز شورای همکاری خلیج برای حفظ امنیت کشور داشته باشیم. ما نیروهای امنیتی به میزان کافی داریم که میتونن با هر شورشی در بحرین مقابله کنن. من فکر میکنم مسئله اینه و شما بیشتر از من مطلع هستید که این پیام صریحیه که اولا بحرین یک جزیره خیلی کوچکه و به این دلیل با کشورهای شورای همکاری خلیج متحد شده. پیام دوم برای کسانی است در منطقه که معتقدند میتونن به بحرین صدمه بزنن، اینکه بحرین تنها نیست. پیام سوم اینه که کشورهای شورای همکاری خلیج قراردادهای متفاوتی در زمینه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، بهداشت و امنیت با هم دارند. ما همه این قراردادها رو اعمال کردیم و امروز زمان مناسبیه که این قرارداد امنیتی رو به اجرا بگذاریم. بذارید یه سوال دیگر رو هم در مورد سربازان سعودی بپرسم. فکر میکنید این سربازان سعودی برای چه مدت در خاک بحرین خواهند بود؟ برای چه مدتی میخواییم که اونها اونجا باشن؟ من فکر میکنم این تصمیمی که اعلی حضرت و فرماندهان نیروهای دفاعی باید اتخاذ کنند. اونها بودن که درخواست این نیروها رو کردن و اونها هستن که تصمیم میگیرن چه وقت این سربازان باید خارج بشن. ولی اجازه بدید یک چیز رو به شما بگم.
ما به اندازه کافی نیروهای امنیتی داریم که مسئولیت رو به عهده بگیرن و کشور رو به ثبات برسونن و این دقیقاً چیزی است که ما می‌خوایم، یعنی بحرین رو به همون وضعیت قبلیش برگردونیم و ثبات و امنیت رو برای مردم کشور و برای 600 هزار مهاجری که در این جزیره زندگی می‌کنن تأمین کنیم. ما می‌خوایم از مردم خودمون و از مهاجرانی که اینجا زندگی می‌کنن مواظبت کنیم. امنیت اولویت اول بحرینه و ادامه این امنیت برای همیشه. Mr. Shahabi, is it not the case, despite your آقای شهابی، آیا درست نیست که با وجود ادعای شما مبنی بر اینکه از اتفاقات 24 ساعت گذشته بسیار برآشفته شدید، شما مخالفان بحرینی در واقع می‌خواهید که خشونت در بحرین افزایش پیدا کنه؟ شما در 6 مارس در وبلاگ خودتون نوشتید که فعالیت‌های اعتراض‌آمیز بیشتری پیش رو خواهد بود و اعتراضات جدی‌تر خواهد بود. شما اون موقع گفتید که رژیم از خشونت استفاده خواهد کرد تا مردم رو سرکوب کنه. این نقل قول مستقیمی از شماست که در این صورت این سوخت مورد نیاز برای ضربه نهایی رو تضمین میکنه تا این دیکتاتوری موروثی رو بیرون کنیم. این در دستور کار شماست و خشونت به این دستور کار شما کمک میکنه. Violence by the regime, usually any regime that uses violence is defeated. معمولا هر رژیمی که از خشونت استفاده میکنه نهایتا شکست میخوره. هر رژیمی زمانی که دست به کشتن مردم خودش بزنه، خون قربانیان چنین رژیمی رو شکست میده. این چیزیه که گاندی موفق شد در هند انجامش بده و این همون چیزیه که در تونس و مصر اتفاق افتاد. خشونت توسط رژیم سوخت ضروری است، ولی نه برای دیگران که اون هم دست به خشونت بزنن. اونها قربانی خشونت شدن، بلکه نتیجه خشونت به طور فزاینده‌ای صعود میکنه و خود مرتکبین خشونت رو شکست میده. اعمال خشونت چیزی نیست که ما بخوایم درخواست کنیم. چطور میتونیم بخوایم با خشونت مواجه شیم؟ دیشب دیدید که همین که نیروهای نظامی اومدن، مردم ما پراکنده شدن، چون هیچ چیزی نداشتن تا با اون از خودشون دفاع کنن. خشونت یه طرف است و علیه شهروندان ما. میخوام یه چیزی رو اضافه کنم. آقای فخر همین الان دو چیز رو تصدیق کرد. اول اینکه ما نیازی به سربازان سعودی نداریم. ما نیروهای امنیتی زیادی در داخل کشور داریم. پس چرا اونها اونجا؟ دوم اینکه بحرین اونجا تنها نیست. پس به کشور ما تجاوز شده. آیا ما از اونها خواستیم که بیان یا اونها خودشون رو به ما تحمیل کردن؟ اما میخوام موضوع دستور کار شما روشن بشه. در مورد این نوشته شما مبنی بر بیرون راندن دیکتاتوری موروثی، آیا این چیزیه که شما و بقیه مخالفان بحرینی میخواهید؟ قبلا صحبت در مورد اصلاحات و پادشاهی مشروطه بود، ولی حالا شما به طور جدی متعهد هستید که پادشاهی رو کلن بیرون برانید، یعنی یک انقلاب؟ سالهاست که ما درخواست اصلاحات کردیم. ما خود حاکم رو ملاقات کردیم. من خودم با او دو بار ملاقات کردم در سالهای 2001 و 2008. ما درخواست گفتگو کردیم ولی گفتگوی صورت نگرفت. الان هم همین گفتگویی که از اون صحبت میکنن و اون رو به ولیعهد نسبت میدن فقط حرف و معنی نداره. مثلا سلطان قابوس عمان صحبتی از گفتگو نکرد. او انتظارات مردمش رو فهمید. سلطان قابوس of Oman who didn't say a dialogue. He just realized the aspirations and the در چند روز گذشته ولیعهد در مورد افزایش قدرت پارلمان و اصلاحات انتخاباتی صحبت کرده و در مورد رسیدگی به فساد و فرقه گرایی در بحرین گفته که همه اینها روی میز مذاکره قرار داره. این بیفایده است که این مسائل سر میز مذاکره باشه. ما میخواییم شاهد اجرای اونها باشیم. نخست وزیر 40 ساله که در وزارت است. ولی هدف از یک گفتگوی ملی همینه، اینطور نیست؟ ببینید، زمانی که انقلاب داره اتفاق میفته، شما دیگه از مردم نمیخواید که دست نگه دارن و بیان در مورد اونچه که نیازه بحث کنن. انقلاب صورت گرفته چون اونها کوتاهی کردن. اونها در انجام تحقیقات و شروع مذاکرات و انجام اصلاحات کوتاهی کردن. آقای فخرو، تصور میکنم نکته اینجاست که آمریکایی‌ها که منافع زیادی هم در بحرین دارن، به اونچه که شما پیشنهاد کردید نگاه کردند و راضی نشدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اخیراً در بحرین گفته که اصلاحات سیاسی متحورانه ای لازمه، نه اونطور که او گفته قدم‌های کودکانه. اگر شما خاندان سلطنتی قدم‌های کودکانه و کوچک پیشنهاد کنید، نتیجه بخش نخواهد بود، اینطور نیست؟ Well, I don't think anybody wants to take those baby or those small steps to tell that to say that we have. من فکر نمی‌کنم کسی قصد داشته باشه این قدم‌های کودکانه یا کوچک رو برداره تا بگه که اصلاحات رو انجام داده. من فکر نمی‌کنم که ما یا حکومت بخواد قدمی رو به تنهایی برداره بدون اینکه با مردم و مجامع سیاسی و به خصوص با مخالفان مشورت کنه. But we cannot start dialogue when you have a list of 12 conditions.
ولی ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن 12 شرط گفتگو رو شروع کنیم. تا زمانی که این 12 شرط رعایت نشه ما نمیتونیم گفتگو رو شروع کنیم. این گفتگو نخواهد بود. در این صورت گفتگو با صفحه سفید سر میز مذاکره صورت خواهد گرفت. هر کسی باید ایده‌های خودش رو سر میز مذاکره مطرح کنه. هر کسی باید این کارو بکنه. بعد باید برگشت و روی قدم بعدی توافق کرد. ولی حقیقت اینه که الان دیگه با وضعیتی که هست هیچ کس باور نخواهد کرد که شما علاقه به گفتگو دارید. شما نیروهای خودتون رو فرستادید تا به تظاهرات مسالمت‌آمیز تیراندازی کنند. حکومت نظامی وضع کردید. الان دیگه دیر شده که صحبت از گفتگو بکنید. Absolutely not, because the person, His Royal Highness پرنس سلمان. مطلقا نه، چون اعلی حضرت ولیعهد سلمان هنوز به گفتگو علاقمنده. حکومت هنوز به گفتگو علاقمنده. مردم باید واقعا به طور جدی به گفتگو فکر کنند، چون ما فکر نمی‌کنیم بتونیم مسائل رو در بحرین از راهی غیر از گفتگو حل کنیم. اجازه بدید 10 سال قبل رو یادآوری کنم. در سال 2001 در مورد اصلاحات اولین کاری که اعلی حضرت کرد این بود که گفتگو داشته باشه. خوشحالم که سعید به ملاقاتی که 10 سال پیش با اعلی حضرت داشت اشاره کرد. میخوام موضوع دیگه ای رو مطرح کنم. در واقع میخوام در مورد موقعیت استراتژیک بحرین صحبت کنم. صحبت دیگه ای که رابرت گیتس چند روز قبل مطرح کرد این بود که شواهد روشنی وجود داره که پروسه اصلاحات خیلی طولانی شده و معتقد است مخصوصا در بحرین ایرانی ها دنبال راههایی هستند که از این شرایط بهره برداری کنند و مشکلات ایجاد کنند. آقای فخر، آیا شما شواهدی از این ادعا رو میبینید؟ Well, I think we have seen number of recent evidences. من فکر می‌کنم شماری از شواهد اخیر در بحرین وجود داره. آخرین اون اطلاعیه رسمی بود که دیروز وزارت خارجه ایران منتشر کرد. حکومت ما پاسخ روشنی به این اطلاعیه داده. ما از سفیرمون خواستیم که به بحرین برگرده. ما گفتیم که این دخالت آشکار در امور داخلی بحرینه. We said that this is a clear interfere in the Bahrain local politics. مقامات ایرانی صرفاً گفتند که ورود سربازان سعودی به بحرین به نقل از اونها غیر قابل قبوله. آنها می توانند نظر خودشون رو بیان کنن. اینطور نیست؟ But don't you think if the Iranians say that this is unacceptable, what the hell they have to do with our own stability? ولی شما فکر نمی‌کنید چرا مقامات ایرانی میگن که این غیر قابل قبوله؟ اصلاً ثبات داخلی ما به اونها چه ربطی داره؟ شما فکر نمی‌کنید که ما داریم قراردادهای مربوط به معاهده شورای همکاری خلیج رو اعمال می‌کنیم، چیزی که حق ماست. این معاهده مورد تایید صریح قوه مقننه قرار گرفته. ما داریم حقوق و قوانین خودمون رو اجرا می‌کنیم و این ربطی به ایران نداره. Iran have nothing to do with us. The second thing if you just watch two TV channels of دوم اینکه اگر شما فقط 2 تا از کانال‌های تلویزیونی ایران رو این روزها نگاه کنید می‌بینید که اونها بیشتر برنامه‌هاشون به بحرین اختصاص داره و متأسفانه پیام‌های نادرست رو به مردم اینجا در بحرین و به دنیا می‌فرستن و این بخشی از دخالت ایرانه. میخوام با آقای شهابی صحبت کنم چون شما به نکته مهمی اشاره کردید. آقای شهابی، شما رسما گفتید که جمهوری اسلامی ایران یک موهبت الهی است. شما اظهار نظرهایی کردید تا مدام از آقای احمدی نژاد در مقابل انتقادات غرب دفاع کنید. در غرب این ترس وجود داره که معترضان شیعه که الان ما در خیابون‌های بحرین مشاهده می‌کنیم رابطه نزدیکی با حکومت ایران دارند. این حقیقت داره؟ شما باید به این نکته توجه کنید که بحرین هم شیعه داره و هم سنی. 2/3 جمعیت کشور شیعه هستند. بله، و احتمالاً بسیاری از سنی ها اصل نسب ایرانی دارند، مانند آقای جمال فخرو. شیعه ها عرب هستند، اونها عرب خالصند. یک اقلیت شیعه هم اصل نسب ایرانی دارند، ولی اکثریتشون عرب هستند. ما هزاران سالی که در این سرزمین زندگی می کنیم و از نقطه نظر قدرت و سیاست رابطه مستقیم با ایران نداریم. ولی البته ما منافع مشترک و مذهب مشترک داریم، به همون شکل که با نجف در عراق داریم، و این بیشتر یه چیز معنوی و مذهبیه و در سیاست کشور انعکاسی نداره. دستور کار ما این بوده که درخواست اصلاحات کنیم برای همه مردم بحرین. ما چیزی رو مطرح نکردیم جز سیستم
سیستمی برای همه مردم بحرین. ولی نکته اینجاست که خطر فرقه‌گرایی در بحرین در حال ظهوره. در 24 ساعت گذشته روزنامه نگاران مستقل صحبت‌هایی می‌کنند در مورد نگهبانان شیعه در همسایگی مناطق شیعه نشین که مسلح به چوب و چماق و چاقو هستند. اینطور به نظر می‌رسه که الان یک خطر واقعی از مواجهه و مقابله شیعه و سنی در داخل بحرین وجود داره. I do not think there will ever be confrontation between Shia and Sunnis in Bahrain. من فکر نمی‌کنم هیچ وقت مواجهه و مقابله بین شیعه و سنی در بحرین به وجود بیاد. من و جمال به عنوان دو انسان مشکلی با هم نداریم. چرا من باید اونو بزنم یا اون منو بزنه؟ من همون حقوقی رو میخوام که اون میخواد و اون همون حقوقی رو میخواد که من میخوام. ما مشکلی با هم نداریم. من از اون نمیپرسم چطور نماز میخونه. فقط این گروه حاکمه که در مورد فرق گرایی سر و صدای زیادی راه انداخته، ولی در این مورد موفق نشده، چون اونها امیدوار بودن که سنی ها قیام کنن و نیروی داشته باشن که حکومت رو حمایت کنه. سنی ها این کار رو نکردن. در عوض اونها اراذل و اوباش رو آوردن و با شمشیر و تبر مسلح کردن و اونها رو در روستاهای شیعه رها کردن و دستشون رو باز گذاشتن. ولی سنی ها شایسته تشکر هستن، چون به اون فراخوان پاسخ مثبت ندادن تا بر مبنای تفاوت های فرقه ای قیام کنن. Mr. Fakhro, I've talked about the important strategic position of Bahrain. Of course, آقای فخرو، من در مورد اهمیت استراتژیک بحرین صحبت کردم. بحرین میزبان ناوگان پنجم آمریکا و فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا است. حالا چقدر از طرف هیلاری کلینتون تحت فشار هستید که امروز درخواست آرامش و خیشتنداری و گفتگو میکرد؟ چقدر از طرف واشنگتن تحت فشار هستید تا از استفاده از راه حل نظامی که ظاهرا مد نظر شما بوده عقب نشینی کنید؟ Well, let me tell you one thing. We in Bahrain consult a lot with our friends and our neighbors and our allies. اجازه بدید یک چیز رو به شما بگم. ما در بحرین زیاد مشورت می‌کنیم با دوستانمون و با همسایگانمون و با متحدانمون. من فکر می‌کنم ما به دقت و نسبتاً خوب به درخواست آمریکا و بریتانیا و سازمان ملل گوش کردیم. ما در تمام این مدت قوانین کشور رو در بحرین به اجرا درآوردیم. فقط بسیار جای تأسفه که ما رو در بحرین مجبور کردند که به جای راه مسالمت آمیز گفتگو این راه رو بریم. اجازه بدید سوالم رو تا حد امکان سریع بیان کنم. اگر سربازان و نیروهای امنیتی شما به کشتار معترضان در خیابان‌های بحرین ادامه بدن، فکر می‌کنید حکومت آمریکا به حمایتش از حکومت شما ادامه خواهد داد؟ I don't think our soldiers want to continue to kill anybody. فکر نمی‌کنم که سربازان ما بخوان به کشتار هیچ کسی ادامه بدن. سربازان ما میخوان ثبات رو به کشور برگردونن. ما میخوایم به نقطه‌ای برگردیم که همه بحرین رو اونطور میشناسیم. شاید شما مردم بریتانیا و اونهایی که در بحرین زندگی میکنن میدونید. ما میخوایم ثبات و امنیت رو به کشور برگردونیم. ما میخوایم برای مردم رونق بیاریم. ما میخوایم اقتصادمون رو بسازیم. ما میخوایم زندگی مردم رو توسعه بدیم. ما میخوایم مثل گذشته در فعالیت‌ها و بازارهای جهانی شرکت کنیم. جای بسیار تأسفه که ما به این راه کشونده شدیم. It is unfortunate that we have been driven to go to that route. But there will be no going back. ولی امکان بازگشت وجود نداره. اینطور نیست. بحرین تغییر کرد و برای همیشه تغییر کرد. And I think I hopefully من امیدوارم که همونطور که اعلی حضرت پادشاه و اعلی حضرت نخست وزیر و همینطور اعلی حضرت ولیعهد گفتن، ما این دوره را پشت سر میگذاریم و در نتیجه این تجربه کشور و ملتی قوی تر خواهیم شد و با هم برای منافع مردم بحرین کار خواهیم کرد. متاسفانه باید بحث رو همینجا تموم کنیم. آقای فخرو و آقای شهابی، از هر دوی شما برای حضورتون در برنامه هارد تاک متشکرم.